ماهینگل حلیموی 62 ساله رو 3 روز پیش در بیمارستان دلی شهر کلو بستری کردند. او برای در چنین حال افتادنش کارمندان کمیسیارت حربی ناحیه واسه رو عیبدار میکند. میگوید هنگام جلب مجبوری پسرش به ارتش او را نیز زده اند. شش ساری گفتم ممی چی توقع سر بیم بوارد می در بیرن کم در روی کم که یک دنیا اودن در می حوالی در اومد سی موشین اودن گفت بچهت که جوده گفتم گوشت که بچه من می خونه اوستتین تای پب رو ای دروازه بیرون بعد کم می زنیم نه در خونه دکی گلک این وری دارم دخترم خب ایمون رای اونجا می ترسدیم تا پیش من در زدم دست ما کشید اینا دستم اینا سب سیاه اینا میونده به همی پرشتا زدی و هم تر روی سیمین دفعه رو داده که کمیسیاریت حربی رایونی واسه به خانه ما حجوم کرده در اومدن در حالت ما خواب بودن به مادر ما زدن خالتوندن و در آواز مادرم ما دویده به بیرون بر اومده که دیگه ما را تلا داده درون خانه در اومدن کفتن و بچه ها که برواردن تا ده زدن همه هم خیلی حجوم که همه فایرات کردم همسایه ها را همه همسایه اومد دیدن که همی تای خون خلاو کردن اینجا زدن اونجا زدن همه مون همه معیب کردن همی ارماتور یافتن چو یافتن چیز یافتن ما را زدن در کمیسیاریت حربی ناحیه واسه گفتند که پسری ماهینگل حلیموه چند دفعه دعوت رسمی رو برای حضور شدن به کمیسیاریت نادیده گرفت و بنابر این به خانه اش رفته بودند. آنها جنجال و کشمکش و لتوکوبی صاحب خانه رو رد کردند. اما شاهدان حادثه چیزی دیگر میگویند. خیلی خاپیدانش کو میگه که جنگ اینا خیلی خاپیدانش. اونم ایک پر خون نزدگی. دست انوی تا دست کو نه فال خچوک کدگی. دم خیلی خروشیدگی تا می چی تیچ کدم مونده. باشتان می موهوش سرد. موهوش هم تری چنگس هم موهوش چنگس هم دیلو چه ما چیزا. ما میو میم همی جا جاغوغ در حوالی بودیم جاغوغ اشنی دیم داویدیم و می با سر سیتکا و دیوال پردیم و میم که همی کمپیر خونه دارن همی میگیرن و فرمیتن پنج شش بچه میگیم این خدا یکی باشن میگیرن فرمیتن ما نفهمیدیم ابلا مای خیال ما کمی جنگ داره او بچه را نگو میگیم با پشخواه شتا قطی زیستن این مشت قطی زده سن میگیم در بیمارستان دیل در شهر کلوب تصدیق کردند که این ساکن ناحیه واسه صبح 26 اپریل در حالت بیماری به نزد آنها آورده شده است. با چنین شکایت ها با نقل شخصی به مرکز ما آوردن خب نفس تنگی، دم کوتاهی، درد سر، سرگردانی، بی‌طاقتی. حالا ماهینگل حلیموه برای تحقیق حادثه به دادستان حربی در منطقه مراجعه کرده است و میگوید پسرش غالب جان قربانوف دانشجوی سال سوم دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست شهر خوجند بوده برای چند روز به خبرگیری به ناحیه واسه آمده بود. این زن میگوید عین زمان درباره در کجا بودن پسرش اطلاع ندارد چون او صبح 26 اپریل از دست کارمندان کمیسیارت رها شده در کجای پنهان شده است. باری اول نیست که ساکنان ناحیه واسه از رفتار به قول آنها نادرست کارمندان کمیسیارت حربی و مقامات انتظامی در خانه هایشان شکایت میکنند. یک سال پیش گلدسته ذوالفقار و ساکن دیگر ناحیه واسه شکایت کرده بود که ماموران انتظامی غیرقانونی پسرش را به ارتش برده اند و خود او نیز در نتیجه جنجال و کشمکش آسیب دید. اما مقامات هر دفعه چنین حادثه ها را رد میکنند. در تاجیکستان هر سال بهار و تیرما جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات از بیشتر شدن صف اختیاران خدمت در ارتش میگویند، اما ساکنان از افزون شدن موردهای سرباز شکار. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.